بسم الله الرحمن الرحیم. با ادامه درس گذشته دوباره آموزش از برنامه کویک بوک شروع میکنیم. در قسمت ما یک بار شب کلیک میکنیم. درس گذشته ما در قسمت منوی کاستومر بود. دیروز ما خوانده بودیم شما چطور با یک کاستومر با یک مشتری چی میکنید؟ معامله میکنید. امروز ما در قسمت کاستومر یا مشتری جان شما چی میکنن؟ کریس سلاردر میتسه ایست؟ در قسمت ما میگه کدامش مثال مشتری ما میگه از قسمت به نام فرید از ما چی اجنا تقاضا میکنه مثال میگه از قسمت میگه کیبورد ضرورت داره ما مثال دیگه چی ضرورت داره میگه مثال میگیم ماوس ضرورت داره دما میگه 3 دونه کیبورد روان کد در قسمت ما میگه 5 دونه ماوس برام چیکو روانش کد در قسمت قیمتش هم گفتم میگه 2891 افغانی اینم چی میگیم سیون کلوز مالی اگر وزن میتونید چقدر فیصد وزن میکنه اگر نمیکنه سیوان کلوز بایدم چی میگیم؟ یس این حال اگر در قسمت ویندر بایم و قسمت انوینتری فیزیکل انوینتری ورکشیت کلک میکنیم گرام خدا چیک میکنیم 35 دونه کیپورت داریم و 25 دونه ماوس داریم مفیلا این حال از ما تقاضا کرد ما چی میکنیم؟ اگر سک رینج کلک کنیم وقتی که ما علی را انتخاب کنیم کدام چیز نیست بخاطر که ما تا هنوز با علی چی نکنیم؟ انتخاب میکنیم معامله را نشان میدن ما مهم در قسمت چی کستومر موزیجی چی میگیم؟ کریت انوایس یعنی میخواین چی کنید؟ روانش کنه و بعد از قسمت چی میکنید؟ میگین روان میکنید کی هشمون تقاضا کردن؟ میگیم فرید تقاضا کردن میگین ده ای طوری چیزی که هشمون تقاضا کردن میگین ایرم چی میگین؟ اوکی زمان که اوکی گفتین دوباره در قسمت اوکی ایرم چی میگین؟ سیون کلوش میگین این حال در قسمت چی شد؟ موزیجی اجنوسا روان کردیم یه از ما چند قضار شد؟ 2754 افغانی اما این چی کار میکنه؟ وقتی که اجناس ها گرفت ما یک مقدار پیسه میده مثال ما یک مقدار شمید یک مقدار شمید بعدن میتون میگه واسه ما چی کار میکنین؟ در قسمت ریسیف پیمنت میدین این حالی از شما مثال قضا رسید یک تکمار شکل بانیم در اینجا میگه از شما قضا رو 2754 افغانی این ما چند شده ما مثال در ما میده مثال این در اینجا ما میتونیم درجش کنیم و در اینجا ما چی کنیم؟ درجش کنیم که مثال این قدر دما چی میکنه درج میکنه مثال من در قسمت میگم دما چند میتن؟ 1000 افغانی میتن به این شکل صحیح؟ وقتی که 1000 افغانی بتن میگه در قسمت متوجه باش چند شد؟ 754 افغانی از ما چی میشه؟ باقی میشه دیگه این هم به شکل چیک هستی کن هم چیک شد برش میتن ما این هم چی میگم؟ سیون کلوز زمان که سیون کلوز میتونی چی شد از ما؟ 754 افغانی باقی شد یعنی کسایی هستن با ما چی میکنن؟ معامله میکنن یک مقدار پول ما را میتا و یک مقدار شمی که بعد هم میتا باز یک روز دیگه من میگم من عبد سر 54 افغانی من کارتون میتا باز دو حالا شما چی میکنین دوباره میدین در قسمت کستومر باز چی میگین ریسیف می در قسمت که آمدین اونو باقی مانده شست از ایسا کلک میکنین میگه از 2007 سر چی 54 افغانی کن چندش باقی مانده عبد سر 54 افغانی ایرا ما چی میکنیم رسید میکنه دیگه اینجا سر که رسید شده میگن اگر شما میتونم مثال 500 سر رسید کنم بعض مبلا به این شکل است که 500 چه چی میکنه؟ رسید میکنه در قسمت من فعلا سایی که بازم چی شدی؟ اول در قسمت حسابی 2754 افغانی بود 1000 دما چی کرد؟ پیسه ما رو داد بازم چند شد باقی ما؟ 754 افغانی اما بازم چی کار میکنه؟ بازم میگه پیش من مکمل پیسه نیست مده تو چند پیسه میتونم؟ 500 افغانی میتونم وقتی 500 افغانی بوده بازم از ما چند باقی میکنه؟ 54 افغانی وقتی که سیون کلوز گفته دینی سگ اتوماس خوش میکنه نشون میده یعنی بعضی معامله ما به این شکل است اجناس از ما مشتری میگیرن پیسه چی میکنه کم کم میده صحیح است یگان تو میگه خب بازاری پیسه میده مثلا دکاندار که باش میگه بازار مثال 500 افغانی ما تو چی میکنه دادن میگیرم یا مثال هفته اینا قدر برات پیسه میتون باز به این شکل چی میکنه رسیدش میکنه اینال میگه نزی باز چی شد از ما 254 افغانی قرضدار شد این حال باز من پیسه به ما میده باز در قسمت چی میدین شما؟ در قسمت ریسیف پیمنت کلک میکنین در قسمت کلک کردین ایره که تکمار شبانین باز هم میگه سای که اولین مجموعه پول ما چقدر بودن؟ 2754 افغانی باقی چقدر مانده بودن؟ 254 این حال فعلا میگه مکمل چی میکنن؟ پیسه شما میدن دمی تاریخ با ایرم چی میگیم؟ سیون کلوز وقتی که سیون کلوز بگیم حساب چی میشن؟ صفر میشن دیروز ما کار کرده بودیم این معامله رو صحیح سم دوباره ما این کاستومر خوب ببینید دیگه یعنی یک مشتری شما درج میکنه از یک قسمت دیگه ما در قسمت کریت استیمیت داریم هدف کریت استیمیت چیه یعنی هدفی است که شخص میه یعنی در شما تقاضا نمیکنه فقط میخواد جنس های گودام شما رو چیکنه ببینه
قیمت هایش از چه قسمت به چه شکل است. پس شما در اینجا من میگم چی نمیبینیم مثال؟ یک نفر من مثال میگم میگم با نام علی باشد، صحیح؟ مثال علی من جنس های ما را میبینم. مثال میگم ما کیبورد داریم، کیبورد قیمت شد ما ترک میشه که 400 افغانی هست. و دیگه ما میگم مثال میگم دیگه چی داریم؟ ماوس داریم. به این شکل میبینم ایرم چی میگم؟ سیفن کلوز اینال ایمیر از ما فعلا چی نکده ای؟ نه فرید، یعنی تقاضا هنوز از ما اکثری کده خامه فقط نرخ گرفته دیگه اینا را از پیش ما بردن. اگر از ما تقاضا کنه بس چی میگه در قسمت چی میده؟ کرسل آرداد سر از این ما اگر کلک کنیم دوباره به اینجا علی را چی کن؟ انتخاب کنم چیز من؟ نه من بس ما این قسمت هم پس چی میگیم؟ کلوز مولا دید باز هم چی سعید؟ مولا دید در اجناس دید؟ نرخ کرده سعید اینا از ما چی میکنه؟ تقاضا میکنه سعید؟ تقاضا میکنه میگه این ماوس کیبورد دمه چی کن؟ روان کن. اینا رو زبونی میگه چقدر روان کن؟ مثال میگه 5 دونه ماوس روان کن، 5 دونه کیبورد روان کن. پیش از اینکه ما روان کنیم یک بار از قسمت وندال میم انوینتری، از اینجا چی میگم؟ فیزیکال انوینتری ورکشیت، یعنی گودام خود چی میکنیم؟ چک میکنیم. 30 دونه کیبورد داریم و چند دونه ماوس هست؟ 20 دونه. اینا رو 5 دونه مو چقدر از ما تقاضا میکنن؟ باز شما میرین قسمت کاستومر چه میسازین؟ انوایس چه میسازین؟ چون دو چی داره بودین شما اول از ما دیده بود، استیمیت چی دیده بود، اینجا نمیدیم دیگه سلا آوردن. ما چی میکنیم؟ کریت انوایس. برش چی میکنیم؟ روان میکنیم. چون مالای ما را اجناس های ما را دید زنگ میزنه میگه دمه چی کو؟ روان کو. و در قسمت کریت انوایس شما کلک میکنید میگین کی را میخواید؟ علی را. مثلا اگر تاریخ میگه میبینیم؟ ایرم چی میگیم؟ اوکی. بعدی اوکی گفتیم دوباره ما اوکی میگیم در قسمت میایه اما چند دونه است فعلا؟ یک دونه است. اینا رو میگیم نه از ما تقاضا کرده 5 دونه. کلیک کو تومات میگه 5 دونه چند میشه؟ 2000 افغانی میشه. میگیم از این 5 دونه تقاضا کرد. کلیک میگم چیکو؟ به شکل تبدیل کو. اینا رو شو دادش هم 5 دونه ایرم چی میگیم؟ 7 کلوز. اینا رو دمون که ما 7 کلوز گفتیم از ما چند خسار شدی؟ 3500 افغانی باقی شد. اینا رو میریم در قسمت وندر از قسمت انوینتری میگیم چی؟ فیزیکال انوینتری ورکشیت کلیک میکنیم. کم شده میبینیم؟ 32 دونه بوده بس چند تا شد؟ 5 تا شد کم شد سه سه این طریقه شد. دوباره من این پیسی شد گرفتن چه خواه میخواهیم دیگه چی تو پیسی را میگرفتین؟ مثلا این میخواه پیسی شد بوده بوده قسمت کستومر میدین از این چی میگن؟ پیسی پیمن حساب کی را مثال میگن؟ حساب میگن این خودش تو ما دلیل آورده اگر نباشه بس شما علی را اتخاب میکنین. این یک معامله از ما چی هسته؟ باقی هست تک مار شبان تو ما سیوان کلوز بگی چی میگه رسید میشه نما پیسه؟ دامون که پیسه که تیسا بازه چی شد فیلا؟ صفر میشه. یعنی از کما کنم باقی داری فیلا؟ ندارم. بخش دومش ما بنامه چی داشتیم؟ کرس سلاردر. یعنی چی میکرد؟ اما مشتری هایی که با ما معامله میکرد از ما چی میکرد؟ تقاضا میکرد اشنا سن که از این جواب میکردیم. و دیگه در قسمت سل آردر فلفلمنت ورکشیت داریم. هدف از این چی هست؟ اگر ما فعلا در اینجا کلک کنم کدام چیز نیست میبینیم؟ هست؟ نیست ها؟ مثلا من یک شخص از قسمت کستومر به شما چی میکنن؟ آردر میدن مشتریتان. مشتریتان مثال ما مشتری ما زیاد هستن، بتونید که یک مشتری داشته باشیم، یک شرکت کار کنیم، یک مشتری من میگه دمه چی بکار است؟ کیبورد. دیگه چی بکار است؟ مثال میگه در قسمت USB یک دونه باشیدم چی میکنم؟ 7 کلوز. باز من در قسمت مشتری یک مشتری دیگه تان شما چی میکنن؟ باز آردر میدن. مثال میگه می علی هستم این چی میخوایم؟ اینم مثال میگیم از ما دسکتاپ میگیره و دیگه مثال از این قسمت من کیبورد میگیره. اینم از ما چی میکنن؟ تقاضا میکنن. این اول مشتری هایتون از شما تقاضا میکنن صحیح است؟ خب فعلا مشتری کم است، خب ما میتونیم ببینیم که یکی دو تا دارن، اما مشتری که زیاد باشه ما خب نمیتونیم از این دانه دانه چک کنیم که امروز کدام مشتری ها از ما چیکارن اجناس تقاضا کردن. ما براشون چیکنیم؟ روان میکنیم. اینجا خب گدوادی بیخی میشه. من چی میفهم که کدامش تقاضا کرده کدامش رسید کرده؟ اینجا خب فهمیده نمیشه. باز شما در قسمت کستومر میرین، در قسمت سل آردر فلفلمنت ورکشیت چی میکنین؟ یک بار چپ کلید اون اینجا خودش میکن. میبینی؟ چند تا سن؟ دوتا. یعنی اینجا ما دیده میتونیم هر معامله که یعنی هر کسی که مشتری ما دامه چی کرده باشه؟ آدر داده باشه، یعنی از ما جنس تقاضا کرده باشه. میگه این دهی تاریخ کدام نفر؟ علی. و این فرید چیز هم فرید هم دامه چی کرده؟ جنس تقاضا کرده. صحیح؟ یعنی هر کسی که از شما جنس تقاضا کرده باشه، از نسخی تقاضا کرده باشه، دامه چی میشه؟ دیده میتونیم. از کدام قسمت؟ قسمت فلفلمنت ورکشیت. دیگه ما در قسمت به نام چی داریم؟ کریت انوایس داشتیم. یعنی هدف کریت انوایس بود که زمانی که تقاضا میکرد ما چی میکنیم؟ روان میکنیم از یک قسمت اجناس. و دیگه در قسمت بخش بعدی به نام چی هست؟ انتر سل ریسیو. هدف از این چی است؟ یعنی ما دو نوع مشتری داریم.
رئیس یک مشتری است که با ما قرارداد میکنه که ما فعلا معامله شکریم، یعنی از ما تقاضا میکنه، بعد از اون ما اجناس باش چی میکنیم؟ روان میکنیم، پیسه شباز میگیریم. یک نوع مشتری ما به شکل متفرقه میباشن. مشتری متفرقه یعنی چی؟ چه قسم مشتری است؟ او قسم مشتری است که در کمپانی ما، در شرکت ما میگه میگه من این ازی، این ازی، این ازی اجناس چی بکاره؟ بکار است. اجناس خودا میگیره، پیسهش مالا میتن. با ما معامله نداره. فهمیدی؟ با ما کدوم قرارداد نداره، فقط ما مثل که یک دکان میره میگه من یک چیز بده. پیسه ما میتم، اجناس چی میکنم؟ خریداری میکنم. نه بیل بکار است، نه هیچ چیز دیگه بکار نیست. باز به اون شکل مشتریاتون شما چی میکنه؟ قسمت انتل سیلز ریسیپ شما که انجام میده، نه بیلنج بکار است، نه چی، فقط پیسه نفت، اجناس نفت هم میگیرم میبرم. اول یک بار میم از قسمت اینونتری یک بارم کدام خود چک میکنیم. مثال به 7 دونه کیبورد داره، مثال ما میگیم 7 دونه کیبورد چی میکنیم؟ به فروش میرسانیم. صحیح؟ میم در قسمت چی؟ در قسمت کستومر، میم در قسمت انتل سیلز ریسیپ کلکت میکنیم. این حالا مو شخص شما کسی که قرارداد ندارین، فقط من نامش درج میکنین، مشخصاش هیچ به کار نیست چون او با شما قرارداد نکردن. مثلا یک نفر هست میگیم به نام چی هست؟ کمال هست میگیم. صحیح؟ دیرم چی میگیم؟ اوکی، نامش کمال هست اما هیچ آدرس به کار نیست، چون معامله ما با هیچی هست هم؟ نقدی هست دیگه. بازی از ما چی میخره؟ کدام اجناس هست؟ مثلا میگیم اجناس کیبورد میخره. چند دانه کیبورد میگیره؟ میگیم 7 دانه. نشتا میکنیم؟ میگیم 7 دانه. آیا مالیه میده؟ ما اینجا گفته بودیم در دولت چی میتیم؟ مالیه میتیم. این حال اگر ما که بعض مشتری ها گپ میزنیم، قرارداد میکنیم، اگر ما میگه از تو اجناس میخرم، این می اجناس ها این قم مالیه داره، یعنی هر اجناس های ما مالیهش متفاوت میباشه. در از مثال میگم اینی اجناس که تو از ما میخری باید مالیهش چی کنیم؟ باید تو بیتی. باز از اینجا ما چی میکنیم؟ مالیه برش بزا میکنیم. تک اگر ما بیم فعلا اگر دهی ما مالیه نتام فلان تو بیو بگیم در اینجا بیم مالیه ما چی هست؟ تکس ما فعلا صفره. فقط چند باقی هست؟ 2000 800 باقی هست. در اینجا بیم چند میگه؟ 2000 افغانی هست. میبینی؟ اگر ما بیم دادی میگم نه اینه می کیبورد کافتون هست، ما میخری مرا کیبورد می آمدون کیبورد دولت مثال 5 سنتی متر مالیه میدم. خیلی مثال هست دیگه. باز اگر شما بیاین در قسمت پرنت پریویو کلک کنین، در اینجا بیاین یه چند باز باید؟ یک لگه چی؟ یک لگه میگم ببخشین؟ یک سر چل افغانی باید چی کنن؟ مالیش هم گفتن یا نه؟ اگر ما بیاین در قسمت پایین هم میبینیم چند شدن؟ 2900 سر. اگر اینجا بیاین اجناس ما قیمتی 2800 میشه. این حال مالیه دولت هم کی میتن؟ این مشتری ما میتن. صحیح؟ اگر مشتری نتا بگیم باز شما این رو چی میکن؟ out of state میگن. این حال دیدم چی میگم؟ سیوان کلوز. زمان که سیوان کلوز ما بگیم در قسمت، این حال متوجه باشیم در اینجا هیچ کدام چیز نیست. اگر بیم راست اوتومات کدام چی میکنیم؟ چیک میکنیم. کدام که چیک کنیم مال اجناس کم است؟ اگر شما از قسمت کستومر سلاردار میتونین باز اینوایس روان میکنین، باز از چی میکنین؟ پیسیش هم میگرفتین. اما اوی به این شکل نیست، فقط مال هم میتونین پیسر چی میکنین؟ میگیرین. میاییم اول خسری قسمت چی را میخونیم؟ کرد کردت میموس هم میخوانیم. صحیح؟ پیش از اینکه من ایره بخوانم، اینال مثلا ما همی اجناس هایی که به فروش رسندیم همین را چیک میکنم پیسیش در کجا میره؟ آیا در حساب باگ میره یا در کدام جای دیگه میره؟ این از کجا چیک میکنیم؟ از قسمت ریپورت. ما هم در قسمت اکاونت این تکس از اینجا چی میگیم؟ کلیر بلانس خود چیک میکنیم. اینجا فعلا هیچ چیز نیست، ما میگیم این ما را نشان نده، فقط آلا نشان بده یا توبه را نشان بده. میگیم آلا. میگه در این حساب که حساب بانک ما چند هست؟ 79000 افغانی است. صحیح است؟ این حال ما اگر اجناسی که به فروش رسانیم و تو در حساب بانک ما نمیه او پیسه در کجا میه؟ ما به نام اند پوزیت فند داریم. میبینید 2000 ایسر چند است؟ 2000 ایسر 2 افغانی است. اینجا سعی کنید اینجا 79000 است، اینجا متوجه باشین 2000 ایسر 2 افغانی. این حال ما میگیم اگر اجناس به فروش میرسانم باز چک کنیم که پیسه کجا میره. در قسمت چی میدیم؟ میگیم معامله نقدی باشه. مثلا به چی میفروشیم؟ مثال میگیم بیا کیبورد میفروشیم، یک سیدون کیبورد چی میکنیم؟ با فروش میرسنیم. میرم چی میگیم؟ سیوان فلوز. این حال میم در قسمت راست چیک میکنیم در قسمت ریپورت که پیسیش در کجا آمده ایره. در قسمت چی میدیم؟ اکام تاکس. در اینجا چی میگیم؟ تلیان بلانس. و از اینجا میم ایرف شد و تو ماست چی میگیم؟ 79000 زیاد شده؟
نشده. میبینید حساب بانکمون هم این دفعه جمعه اند پوزیتمن میبینید چند شده این؟ 14000 زیاد شده. این پیسه رو بیا میبینن هر فروشاتی که ما میکنیم اول پیسه اند دپوزیت فاوند می باز بعد شما یه خودش هم پیسه که به فروش ما میرسه سیف او مثل که چی از دیگه خزانه دار خزانه دار هم میگه سیف مثلا اگر شما 14000 14000 مثال فکر کنید پیسه رو شما کردین اینا رو من چی داریم مثلا نزدیک عید مه یا نوروز مه پیسه رو چی میکنی؟ حساب رو تصفیه میکنی مثلا یک تنها حساب چی رو تصفیه میکنی ما فعلا؟ اند دپوزیت ها یعنی حساب خزاندار همه چقدر مال اجناس هایی که ما به فروش رساندیم او رو میخواییم چی انتقال بدیم؟ در زیبانگ ما انتقال بدیم اینا رو ما چطور میتونیم از این حساب چی کنیم؟ در زیبان انتقال بدیم پیسه را باز من در قسمت چی را کلوز میگیم؟ در قسمت بانکینگ میریم از اینجا چی میگیم؟ میک دپوزیت اونجا به نام اند دپوزیت تو سایت اینجا چی میگیم؟ میک دپوزیت از اینجا من این قدر میگه به جگاست میبینی چقدر خوبیش هست یعنی شما که گفتین اونجا 14000 بود اینجا با ثبوت بر شما نشان میده که چرا 14000 بود دانه دانه نشان میده که اینی مالا دهی فروخت اینا که پیسه شده اینا دهی فروخت اینا که پیسه شده که جمله اینا قدر شده یعنی هیچ وقت شما یک نفر در فروش میبونین اینجا چک کنه میتونین که چقدر به فروش رسانده چقدر در فروش نرسانده اگر ما در این قسمت فعلا چک کنیم مثال چی هست فعلا صفر است اینو ما چک میکنیم که در اونجا به حساب فروشات ما شامل 14000 افغانی بوده اینی گفته ثبوتها شده ما آوردن صحیح یعنی ما در کورس هم درس بدیم از طریق بیل نشان میدیم به مدیر میگیم اینا که شاگرد ما چی کردیم درس دادیم اینا قدر پیسه میشه بازورم چک میکنیم که آیا واقعا اما قدر پیسه میشه یا نمیشه مثال این دهی تاریخی معامله که کردیم ما تکماری را میبانیم تکماری را ماندیم 2800 اینجا آمد میگیم خیر را میبانیم سه خوبیش چقدر خوبی است این ضرور نیست که ما را چی کنیم حسابش کنیم زمانی که تکمار را شبانیم مکمل مجموع میکنه میگه اون را مکمل 14002 کنی یا مجم بود اینجا هم با اون پیسه چقدر خوبی باشد میبینه یه هم چی میگیم باز اوکی زمان که اوکی گفتن تمام میش میاد در قسمت و از اینجا ما انتخاب میکنیم این را کجا انتقال میتن شما کابل بانک مثال از زیبانگ میگیم سیس کابل بانک رو بخاطر که پیسی چی هستن؟ دلاری هست سیس آبای ما افغانی بود دیگر در کدام تاریخ سیس میموز یعنی چی هست دیگر؟ امو معلومات اضافی هست دیگر خوش هم دیپوزیت نشته شما بعد هم و اینجا همی زمان فعال میشه که شما اگر معامله دلاری داشته باشین و از اینجا دلار انتخاب میکنین آفرین و از اینجا هم یک دلار ما چند هست؟ یک دلار ما نشته کرده بایدم چی میگم؟ سیون کلوز این اول میایم در قسمت ریپورت و بعدم در قسمت اکاونتینگ تکس میایم یک بار تو جان بلانس خود چک میکنیم یک بارم گودام خود چک میکنیم که آیا اجناس هایی که ما با فروش رسانده بودیم پیسیش آمده نامده آمده 70000 بود 93000 بشده اما اینجا بیا انتی پوزیت فاند شده صفر خوبش فیس یعنی نزدیک عید میشه نزدیک نوروز میشه با شما معاملاتی که کردین چه قسم میتونین تسویه کنین این فقط یکیش بود باز دیگه بعدا میخوام تسویه کنم این فقط مو خرید و فروش که میکنین تصفیه اونم بود که چه قسم پیسیش تصفیه میکنین دوباره من این بخش بعدی ما در قسمت به نام کردیت میموس هم میخوانیم گفتیم صحیح است کردیت میموس چی کار انجام میدن شما من مثال یک نفر از شما تقاضا میکنه مشتری تان مثال میگه به نام چی است مثال فرید من از شما چی تقاضا میکنم کیبورد تقاضا میکنم مثال میگه من 5 دلار چی روان کو کیبورد روان کو این حالا ما میریم در کدام یک بار چک میکنیم که چند دانه چی داریم؟ کیبورد داریم میگه 7 دانه چی داریم شما؟ کیبورد داریم در این قسمت چی میکنیم؟ کلیت اینوایس این حالا برش چی میکنیم شما؟ روان میکنیم در کی روان میکنیم؟ در فرید روان میکنیم از ما دو تا قاضا دارم میگم هردیش برش روان میکنیم سیست؟ بعدی که ما اوکی گفتیم ایرم چی میگیم؟ اوکی در این قسمت چیزایی که تقاضا کردیم مکمل اینجا آمد ایرم چی میگیم؟ سیون؟ کلوز اینی از ما چقدر قضا شد فرید میبینیم 3468 افغانی اگر ما بریم گودام خود را چک کنیم یعنی قسمت فیزیکال انویتری در گودام ما فعلا چند دانه مانده؟ 11 دانه مانده چون 34 دانه تقاضا رو شرش اما چه ما چی کردیم همه زمان؟ روان کردیم این حال ای از ما همونقدر اجناس خرید باقی شد اجناس های ما را میبره اما میبینه که از داخل اجناس ما دو اجناس ما چی میبره؟ خراب میبره ما خوانده بودیم مسترد میشد مثال وندر هم کار کرده بودیم مثلا ما از یک شخص اجناس هم میخریدیم خراب میبود با پس چه قسم روان میکردیم خودت نبودی در این درس بودم اینال این مشتری هست اینال مشتری از ما یک چیز هم میخرن اما جنس چی میشن خراب میبراین با شما چطور شما پس چی میکنن روانش میکنن مسترد میکنن با در قسمت کستومر میرین اینجا چی میگن کرد میموز باز اینجا که آمدین
میگیم کی روان میکنه؟ مثال میگیم فرید روان میکنه. از قسمت آیتی من چی روان میکنه؟ میگیم کیبورد روان میکنه. چند دانه کیبورد روان میکنه؟ مثال 3 دانه خراب است میگه روان میکنه. اونجا 11 دانه واسه است. این هم چی میگین؟ 3 وان کلوز. اینو لازم شما سوال میکنه از اینجا. زمانی که میگین می اینوسه که شما روان میکنه 3 دانه چی کیبورد قیمتش میشه دو چند میشه؟ یک از 224 افغانی میشه. آیا بجای همین پیسه شما میدین یا بجای چی اجدمو جنسش جنس برش میدین؟ کدام شما میگین؟ مثال میگیم برش پیسه میدین یا جنس میدین؟ نه مثال میگیم بجای جنس میدین. میگم چی میگیم؟ اوکی پیسه شان شد فعلا 2244 صحیح. اینول سایک متوجه باشم اونجا پیسه کم شده؟ پیسهش کم شد دیگه. پیسهش کم شد اما اونجا من از این پیسه میگیرم. سایک در قسمت ریسیپیمنت که اگر بایم فرید میگیم اینول از ما قرضدار است. وقتی اینجا کلک کنیم سایک چند قرضدار است ما؟ سیاده اما اونجا گفته که باید 2000 از ما قرضدار است. اگر ما اینجا کلک کنیم باید اول دما چی کنم؟ این پیسه را تمام شد بده بعد از اون مزید باقی میشه. سایک کنم اینجا کلک کنم وقتی پیسه چه کرفتم مزید ما چی میشه؟ 2024 افغانی مزید چی میشه؟ باقی میشه. اینو لازم چه قسم چی میشه؟ ما گفتم بجای جنس امو اجناس خود اجناس بزد میتونم مثلا اینو میایم داری یک بجای می میگم پس سه دونه کیبورد چی میکنیم؟ میتیم برش میتیم. بیا از قسمت چی مثال کار میکنیم؟ انتر رسیو بیل یعنی او تو بیل چیز به کار نباشه میگم فقط ما میگم چی میکنیم؟ مستقیم. مستقیم برش میتیم. در قسمت آیتم میره میگم چی برش میتیم؟ کیبورد. میگم چند دونه برش سه دونه کیبورد وقتی که سه دونه کیبورد رو بجاییم سه دونه کلوز بکنیم. خب پیسه ریزی چرا؟ خب معاملی ازی کار نمیکردم مجبوری رم بیاییم از قسمت که رسیم را در بگیم چون معاملی جدی چی بود دیگه؟ خب خود نخو مستقیم بود این بیخی گفته اگران چی هم کار میکنه؟ مستردی بود مستردی ماست. خب بازی را کار میکنه میگه مثال سی دانه نه پنج دانه از ما خواستن باز از ما پس او باقی میشه دیتان. دوباره ما میگیم در قسمت کستومر اینا رو میفهمی دیگه اینوایس چه برش روان میکنه؟ مثال میگیم کی روان میکنه؟ فرید. میگیم اینی صحیح اما تو معامله کنید باید به مو شکل معامله برای شکل راو کنید. وقتی که سیوان کلوز بایدم چی میگیم؟ یس. وقتی که یس گفتیم این خودش تایی که با ما آوردم مسیجا که این قدر شما از چی هستین از اول؟ باقی هستین. وقتی که ما اینو سوال میکنیم تو یک مسیج نمیدود اما این فعلا چی کرد؟ یعنی هر دفعه دمو یاد آوری میکنه که شما از چی هستین؟ قضا هستین. ما قبول کردیم دن اینو رو میبینی پس از ما چی شد؟ 8000 این رکی تو کویک بوک اما تو معامله که کردین باید با اون شکل معامله کنین حتی نختیر هم چی نمیکنن؟ قبول نمیکنن. و دیگه در این قسمت بخش بعدی ما چی داریم؟ انتر استیمنت چارجز داریم. هدف از این چی هست؟ یک بار ما در این قسمت کلک میکنیم ما حسابایی که با مشتری کردیم تمام شد دیده میتونیم صحیح؟ مثال میگیم حساب کمال اینه که حساب مثال داره. مثال میگیم فرید اگه که حساب داره میبینی؟ در هر تاریخ هر چقدر جنسی که داره پیسی که بر ما داره میبینی؟ یک هزار یک داره منفی شده یا یک قدر که داره تمام شده ما چی میکنن؟ یاد داشت میکنه اینجا. یعنی ما میگیم از اینجا میخواییم معامله یک مشتری ما رو مکمل ببینیم. یعنی از اول تا آخر با ما چقدر معامله کرده مکمل ما از این چی کنه میتونیم دیده میتونیم بریم. دوباره میریم در قسمت بعدی ما در قسمت چی داریم؟ کرید استیمنت کار کرده بریم. یعنی در قسمت کلیک کنیم خواهی را کار نکنیم. هدف از این چی هست؟ ما داشته بودیم مشتری با مشتری قرارداد که میکردیم میگفتیم از 30 روز پیس چی شود 31 روز که شود تو چی میشی؟ جریمه میشه. مثلا اینا میایم در این قسمت میگه این از این تاریخ تا اینی تاریخ اگر با می تاریخ در بین این می تاریخ ها شما با کسی که معامله کرده باشین وقتی که شما چی میگین اینجا مال وقتی که پیروی بگه کامل اون مشتری چی میکنه نشان میده معامله شن که فعلا نو قدر معامله ما کم کردیم دیگه در این 2000 هفته قدر ما معامله نکردیم یا آل کاستمر بگیم مکمل کاستمر یا مولتیپلای از اینجا میگیم حسابای که نشان بده فرید با چی کمال. اوکی وقتی که پیروی بگیم فقط دمون دو نفر حساب باشه نشان بده با مسید پیشه یا میگیم برای نشان نته وان کستومر فقط یک شخص حساب باشه نشان بده. مثال کی نشان بده؟ فرید نشان بده. کلیک کو فقط حساب هایی که نشان بده؟ مکمل نشان بده. مکمل فرید دمون نشان بده. یا در قسمت کستومر آف تایب یونیت وظیفه ای چی هست؟ ما خوانده بودیم در قسمت زمان که درج میکردیم گفتیم شاکیپر هست میبینی؟ کستومر که درج میکردیم خوانده پوری دیدو جاد یعنی چی کار هست اما مشتری تو دکاندار از چی کار است؟ ما یک مشتری دست کرده بودیم چی هسته گفته بودیم؟ دکاندار. این حال کسایی که مشتری های ما میگیم دکاندار از مکمل را چی کن نشان بتلیسی هم وقتی که ما پیروی بگویم در اینجا فقط یک نفر نشان بتلیسی هم یاده خواهیم و خاطر که فقط ما یک مشتری ما چی هسته؟ دکاندار هسته در این کار که گوش بخورید ما اونجا گفته بودیم یعنی نویت مشتری را از ما پرسان میکنه
یک مشتری داریم و دکاندار است. مثلا یک ده مشتری داریم دکاندار است مکمل. اما کسایی که دکاندار است چی میگن لیست میاره به ما؟ یا دیگه در قسمت بخش بعدی من مسئله قیمل ایمیل آدرس که داشته باشه، ایمیل آدرس که داشته باشه کلیک کن. هم کسایی که ایمیل آدرس داره برای چی میکنن؟ لیست باشه برای ما میانه. و دیگه بخش بعدی ما در قسمت ما گزینه دوم و ایرم تکمارش هم میبانه میگیم کسایی که معامله چی شده؟ از 30 روز چی چند روز شده؟ 31 روز شده. برش چی کو؟ یک اختاری روان کن. صحیح؟ که تو چی شدی؟ جریمه شدی. اینا از بانک اگر ما قرض بگیریم ماش که پورا شوه یک خبر میتن. اگر پیسیش نداری در جریمه هم چی میکنند ما؟ یک خبر میده که جریمه شدی. اینا در اینجا چی کو؟ در اینجا ما داشتیم وقتی که ایمیل نفر را درست میکنیم یکی سی سی ایمیل داشتیم یکی مین ایمیل داشتیم. سی سی ایمیل زردست او بود. حالا مو اختاری را شما در خود شخص میتین یا زردست از او کسی هست او میتین؟ در کدامش میتین شما؟ مثال میگیم در خودم شخص میتین. زمان که اختاری ها میتین انوایس میدارین از اینجا روان که میکنین بیل و چیزایش. آیا اونا هم بیا یا نه بیا؟ اگر تکمارا شبان در اختاری ها باز انوایس هایش همو ثبوت هایی که شما روان کردین از نسا مکمل میه. و دیگه در اینجا چی گفته؟ میگه این در این شخص ها چی نکو روان نکو؟ در کدام شخص ها؟ کسایی که میگه حسابش چی هستن؟ صفر هست. و یا کسایی که میگه حسابش این از یک پیسه چی هستن؟ کم هست. یا کسایی که نکتیف شده یعنی کسایی هستن با ما اکانت غیر فعال شده دیگه از ما چی میکنه؟ معامله نمی کنه. در این شخص ها چی نکو؟ روان نکو. ما در این قسمت به نام فاینس استور داریم صحیح است؟ اینا ما در قسمت کاستمر کلیک کنیم ما اینجا هم به نام فاینس استور داریم اینجا میخونیم اینجا هم کلیک کنیم اینجا هم مشکل نیست. هدفش این است که شما زمانی که میگه روان کو چقدر جریمه تعیین میکنی برش صحیح است؟ میگم بعدی یه خانه میکنیم بیاین از این قسمت چون عرش هم یک چیز است. از اینجا کلیک میکنیم دیدم چی میگم یس. این اول در اینجا میایم میگیم شخص از ما چند هزار است. مثال میگیم 20000 از ما چی هست؟ باقی است. 20000 که باقی است چند فیصد جریمهش میکنید؟ مثال 30 فیصدی جریمه است. اینا در این قسمت من در چند روز مثال میگم؟ مثال میگم این در 30 روز یا 30 روز یا 31 روز میشه مشکل نیست. صحیح است؟ وقتی که در این قسمت اومدین اینا رو وقتی که جریمه رو بده در کدام حسابتون بره؟ در این جگه حساب میسازین به نام چی باشه میگم؟ فایننس چی باشه؟ چارج. میگم این در این حساب ما بره. جریمه ای که چی میشه؟ مشتری میشه انکم میشه دیگه در حساب مدرامت از دیگه بازی رو همه شما حساب انتخاب کردن یا میشه که سیون کلوز میگه اینا لیه حساب میه و دیگه هدف از این چی هسته یعنی ایره که تکمار شبانین یعنی مای دهی ما که جریم میشه نداد در مای دیگه امید جریمه چی شود؟ دو چند شود فهمیدی؟ بوده که تکمار شبانین اساس فایننس هچار چه با جریمه چی میشه؟ در مای دیگه دو چند میشه یعنی سی بود شهست میشه جریمه با هر ما دو چند شده دو چند شده با مشکل میرن. از کدام وقت حساب میکنید این تاریخ هست سیره؟ از وقتی که با شما قرار داد کردن یا که شما این وایس برای شما چی کرده بودین؟ روان کرده بودین. از وقتی که مال ما برای روان کرده میگم از اون وقت کنه؟ قبول کنه و تمام فاینانس سورسش میگه گفته ایدم چی میگین؟ اوکی. اینا وقتی که اوکی بگین کسایی که معاملش از 30 روز تش رو مکمل لیستش میاد مشتری هایتونه. کسایی که از 30 روز چی شده باشه معاملش دیر شده باشه باز هر کدام شما چی میکنید دونه دونه انتخاب کرده یا تمامش انتخاب کرده چی میگید میسازین حال فعلا ما کدام معامله نداریم که از 30 روز چی شده باشه دیر شده باشه. و دوباره ما توی قسمت خواندیم دیگه سی پی من یعنی هدف چی بود که پیسه رو شما میگرفتین اینا فهمیدین مسرعت میشد تایسا ولی دا باز فردا میخونیم و زمانی که ما مسرعت کردیم اینا مال مسرعیده در کجا میاد؟ در قسمت اینجا میاد. مثال میگیم نه اول مال مسترد اگر در گدام بیه از ما رئیس حساب میگیره باید ما یک اکاونت بسازیم مالی که مسترد میه باید دو در شکل جداگانه بوده در گدام باید نبیه در حسابش. باز شما در قسمت وندر میرین و از قسمت انوینتری در قسمت چی میرین؟ عجز کوانتیتی میرین در اینجا اینی جمعه این میگین چی؟ مثال از این قسمت انتخاب میکنین میگین کیبورد چند دانه؟ چند دانه است میگه؟ 14 دانه است. میگیم 14 دانه نیست مثال در گدام چند تاست؟ 2000 تاست. این چند تا شد؟ 26 تا. دو سه هسته شد نشد؟ بله چند رو که بود؟ من فکر خب مونیتور معزل کم از چه قسمه؟ باید چی نام میکرد؟ خب مثال اینه ماوس کار میکنیم صحیح سه؟ مثال میگیم در گدام میگه چند تاست؟ سه؟ پنج تا ماوس داری مثال میگیم از پنج تا چند تاست میگیم؟ دو دانه شد چند تا شدی؟ سه دانه منفی سه یعنی دو دانه مونده سه دانه چی شدن؟ مسلدی اومد یک مسلده میتن به شما میتونه کیبورد هم به شکل استفاده که مشکل نیست. فاین دانه فعلا در کدام هست؟ دو دانه فعلا موند اما سه تاش چی شده؟ مسترد شده آمده و از قسمت همه مسترد که شده آمده یک اکاونت میسازین در کدام اکاونتی؟
مسرد دیگه برای رئیس مثال یک اکاونت میسازیم مثال میگیم مسترد این این مسترد فکر کردیم پیلم انتخاب کنترل سی و اینم چی میکنیم کنترل بی این دمی اکاونت چی شبه؟ مسترد دیگه مورد ای اکاونت را و از اینجا بین از طریق کدام مشتری آمده بود رئیس میگیم از طرف چی آمده؟ فرید باز تمام مسترد شرکه بشمون به این شکل انتخاب میتین این حال مثلا که پنج در کدام بود و بودیم دو دانه سه دانه چی شبه باید کم شبه این حال کسی باید کلوس میگیم اگر شما در قسمت کدام این حال برید از کدام چی میشه پس؟ کم میشه دیگه سعیسا؟ این طریقه درس ما بودیم روز تو اینجا خانیم باز بخارتا جاتا